پدر من در شرکت موتورسازان کار میکرد. شرکت یکی از زیرمجموعه های مجتمع صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز. و این موضوع یکی از خوششانسی های من بود. چرا؟ این شرکت یک مدیر روابط عمومی داشت که ابداعات خیلی خوبی رو انجام داد، کارهایی رو انجام داد که در آینده من و بقیه بچه‌هایی که پدرانشون در اون کارخونه کار میکردن خیلی خیلی تاثیرگذار بود. یه موردش این بود. ما تابستون‌ها به مدت 2 ماه به همراه پدرانمون می‌رفتیم کارخونه، اما نه برای کار. یه بخشی از کارخونه رو جدا کرده بودن و صبح‌ها ما با ورزش یه برنامه‌ای رو شروع می‌کردیم، بعد می‌رفتیم در کلاس‌های شرکت می‌کردیم در حوزه زبان، برنامه‌نویسی، عکاسی، کاریکاتور، فیلمبرداری و چیزهای دیگه. بسیار مؤثر بود این در آینده خود من و بقیه دوستانی که اونجا بودن. یه سری چیزها رو یاد گرفتیم، یه سری مهارت‌ها رو، حتی در حد خیلی مقدماتی که شاید هم نشه باش کاری انجام داد. اما مهمترین چیز این بود که ما به یک اعتماد به نفسی رسیدیم که بله، من اگه بخوام میتونم این موضوع رو یاد بگیرم، من اگه بخوام میتونم عکاس بشم، کاریکاتوریست بشم یا برنامه‌نویس بشم و یا هر چیز دیگری. این اعتماد به نفس خیلی کمک کرد. آموزش به زعم من مهمترین و مؤثرترین مؤلفه در رشد بشر بوده. بشر در حال حاضر حاکم بلا منازع سیاره زمین و در این بین هوش سرشار بشر، امکاناتی که داشته، اینا خب کمکش کردن. اما به نظر من مهمترین چیز آموزش بوده. همه موجودات زنده از طریق امکاناتی که طبیعت براشون تدارک دیده، مثلا رشته دی ان ای شون، ژنتیک و اینها، اطلاعات رو از نسلی به نسل دیگه منتقل کردن. اما انسان یک مسیر موازی برای این موضوع خلق کرده و یه جور ژنتیک مبتنی بر دانش و آگاهی و خلاصه آموزش ایجاد کرده و اطلاعات رو به مراتب بهتر و سریعتر و کاملتر از نسلی به نسل دیگه جابجا کرد. واقعیت اینه که بشر حاکم زمین هست فقط به خاطر آموزش. ما هر چی داریم از آموزش. در مورد جوامع و اقتصادها هم همینطوریه. هر کشوری، هر جامعه‌ای روی آموزش سرمایه گذاری کرده حتما یک رشد پایدار رو تجربه کرده. طبق گزارش‌های یونسکو ما در زندگی یک فرد این اثر رو میتونیم ببینیم. اگه هر فرد یک سال بیشتر در مدرسه یا دانشگاه تحصیل کنه، درآمد سالانش میتونه تا 10% هم افزایش پیدا بکنه. در بعد اجتماعی هم اگر آحاد جامعه در یک کشور یا جامعه یک سال بیشتر تحصیل کنن، تولید ناخالص داخلی اون جامعه 37% بیشتر میشه و این یعنی توسعه پایدار. ما میدونیم که آموزش بهترین روش برای سرمایه گذاریه، بهترین روش برای مبارزه و مقابله با فقر و بهترین روش برای تغییر دادن دنیاست. تمدن بشری اگر جسمه، اگر سخت افزاره، به زعم من آموزش سیستم عامل این تمدن بشریه. منتها میدونیم که این سیستم عامل یه چند وقتی درست کار نمیکنه. در مورد مشکلات نظام آموزشی ساعت ها میشه صحبت کرد. هممون هم واقفیم کم و بیش به این موضوع از روی تجربه شخصی یا شنیده ها و خوانده ها و سایر موارد. ما تغییرات خیلی کمی رو در مورد آموزش دیدیم. ما مثل سابق مسافرت نمیریم، مثل سابق کار نمیکنیم، مثل سابق سفارش نمیدیم. خیلی چیزا از جنبه های زندگی بشر عوض شده. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که آموزش اونقدر تغییر پیدا نکرده، بی تناسب با بقیه جنبه های تمدن بشری. در حقیقت سالها آموزش متولی ایجاد رشد
در بقیه جنبه‌های زندگی بشر بوده و خودش محروم مونده از این تغییر. ما در حال حاضر یک مشکل دیگه ای با آموزش هم داریم. شما اگر نظام آموزشی کارش رو درست انجام نده، یک دهه، شاید دو دهه، شاید بیشتر طول بکشه که پی به این مشکل ببرید. دلایل فردی هم همینه. افراد اگه غذا نخورن، خب خیلی ترحم برانگیزه، متاسف کننده است. همه هم متوجه بدی این موضوع میشیم. ولی هستن افرادی که چند سال مطلقاً هیچ چیز جدید یاد نگرفتن و اصلا هم دردآور نیست، که باید باشه. که باید این رو مهمترین موضوع تلقی کنیم. نیازهایی که در صنایع و سازمان‌ها و شرکت‌ها الان هستن، در حقیقت اینها الان به شکل مناسبی پوشش داده نمیشن با خروجی دانشگاه‌ها و نظام‌های آموزشی. در بیماری دیابت، حتی یکی از انواع بیماری دیابت، گلوکوز داخل خون هست، سلول‌های مشتاق مصرف اون گلوکوز هم هستن، نیاز دارن، ولی این اتفاق نمیفته. اون قند وارد چرخه سوخت و ساز نمیشه. چرا؟ انسولین نیست که کانال بسازه و این قند بتونه جذب بشه. ما در مورد بحث اشتغال و جوانان و افرادی که فارغ التحصیل دانشگاه هم و نمیتونن کار مناسب پیدا کنن هم همچین وضعیتی داریم. جوان تحصیل کرده مشتاق جویای کار مستعد هست، شرکتی هم هست که به شدت احتیاج داره به همچین استعدادهایی، اما هیچ استخدامی هم اتفاق نمیفته. چرا؟ این عدم تناسب هست. انسولین نیست، مهارت نیست. من به این میگم دیابت آموزشی و یک بیماری خیلی جدیه. و هر جام صحبت از اشتغال و رفع مشکلات اشتغال، حتما باید نهادهای متولی آموزش حاضر باشن و کمک کنن به این موضوع. یک کسی که دیابت داره باید رژیم غذاییشو اصلاح بکنه. رژیم غذایی اشتغال هم آموزش. ما یکی از مشکلاتی که الان داریم اینه، اطلاعات خیلی زیادی هستن که باید یاد بگیریم، چیزهای خیلی زیادی هستن. تشخیص این که چی رو یاد بگیریم، چطور یاد بگیریم، خیلی موضوع سختیه. و یک مورد دیگه اینه که با توسعه هوش مصنوعی خیلی از شغلها رو از دست خواهیم داد. رانندگی، تشخیص، حوزه پزشکی، قضاوت، وکالت، خیلی از حوزه ها. و برای اینها مطلقاً آماده نیستیم. باید آماده باشیم. مشکلی که ما داریم مشخص. حالا باید ببینیم که هر چیزی که حالا اینا مشکلات نداشته باشه، این نظام آموزشی خوبه. ولی فراتر از این ما نیاز داریم که یک سری ویژگی ها برای نظام آموزشی خوب رو هم بررسی کنیم. یه نظام آموزشی خوب قبل از هر چیزی باید خودش رو با آحاد جامعه، با افراد و نیازهاشون تطبیق بده. تا الان اینطوری نبوده. ما معمولا از افراد، از دانش آموز، از دانشجو خواستیم که خب خودت رو باید با این نظام آموزشی تطبیق بدی، که این درست نیست. این یه مشکله. باید آینده نگر باشه. واقعیت اینه که نظام آموزشی که الان هست، برنامه درسی الان رو دیدن و برای الان دارن انگار برنامه ریزی میکنن، در صورتی که آموزش یک صنعتیه که آینده رو میسازه. اصلا صنعت آینده سازی آموزش باید منطبق باشه بر نیازهای شغلی و مهارتی که در آینده سازمانها خواهند داشت. باید آماده بکنه ما رو برای مواجهه با هوش مصنوعی و زندگی توامان با همچین مقوله‌ای. ما مهارت رو خوبه یاد بگیریم. مهمتر از این، مهمتر از یادگیری مهارت، مهارت یادگیریه که این رو نظام‌های آموزشی افراد رو آماده نمی‌کنن که تشخیص بدن که چه چیزی رو باید یاد بگیرن، چطوری یاد بگیرن و برای چی باید یاد بگیرن، کجا میتونن ازش استفاده بکنن. این مهارت رو خیلی‌ها ندارن، این قوه تشخیص رو ندارن و یکی از وظایف نظام آموزشی این هست. چرا؟ برای اینکه با توسعه هوش مصنوعی واقعیت اینه که پویایی زندگی در دو دهه سه دهه بعد اونقدر زیاد میشه که فرزندان ما شاید مجبور باشن که چند بار انگار خودشون رو مثل یه ساختمون بکوبن، از نو بسازن. موضوع بسیار مهمیه که نظام آموزشی باید افراد رو آماده کنه برای این میزان از تطبیق پذیری. اما چیکار باید بکنیم؟ ما هممون مسئولیم، هر تک تکمون. آموزش مشکل همه ما هست.
یک بدهی تاریخی پیشینیان ما اگر این رو تسویه میکردن، اگر پرداختش میکردن، به ما به ارث نمیرسید. حالا یا ما پرداختش میکنیم یا میذاریم برای فرزندانمون. برای اینکه اونا زندگی بهتری داشته باشن، الان که فرصتش هست ما باید این کار رو انجام بدیم. معلوم نیست که اگه بمونه برای نسل‌های بعدی اساساً بتونن این کارو بکنن یا نه. ما هممون مسئولیم، از دولت‌ها تا سازمان‌ها تا افراد تا فعالان آموزش، همه مسئولیم. دولت‌ها باید برای اینکه توسعه پایدار رو تضمین کنن برای جوامع، باید زیرساخت روش‌های نوین آموزش، آموزش دیجیتال و آموزش آنلاین رو باید فراهم کنن. خیلی از استانداردهای نظام‌های آموزشی سنتی باید ترجمه بشه، باید تغییر داده بشه. صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ باید نگران آینده آموزش باشن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که آینده همه شرکت‌ها رو تهدید می‌کنه، خشکسالی منابع انسانیه. الان اموراتشون بالاخره یک جوری می‌گذره. ولی چند سال بعد شاید نتونن اون افرادی رو که لازم دارن پیدا کنن تا جذب بشه و چرخ اون صنعت، چرخ اون سازمان به چرخه. صاحبان سرمایه بدونن که این موضوع آموزش بسیار موضوع مهمیه. اگه میخوان خدمت به جامعه کنن، این یکی از بهترین روش‌ها هست. اگر بهترین نباشه، یکی از بهترین هاست حتما. ضمن اینکه صنعت پولسازی هم هست. گردش مالی حوزه آموزش آنلاین در سال 2020 بالغ بر 200 میلیارد دلار بوده. 5 سال بعد در سال 2025 این به 320 میلیارد دلار هم میرسه. موضوع بسیار مهمیه. فعالان آموزش، معلمین، افرادی مثل من، ما باید بدونیم که از هر کجا که میتونیم کمک کنیم که ذره ذره این بدهی تاریخی تسویه بشه. با کوچکترین کارها، با کوچکترین اقدامات واقعا میشه این کارهای بزرگ رو رقم زد. ما 12 سال پیش فرادرس رو شروع کردیم و تا الان 600 هزار نفر دانشجو رو داشتیم. ولی با کمترین امکانات، واقعا از صفر بوتستراپ کردیم بدون سرمایه. و جالبه که بگم ما الان یک تیم 100 نفره رو داریم. همین 100 نفر فعلی قریب به 70 نفرشون اولین تجربه شغلیشون کار با ما بوده. و خب اگر یک فردی که تجربه کاری نداره میتونه بیاد کمک کنه به توسعه همچین سیستمی برای توسعه آموزش، فکر کنید که اگه واقعا یک تلاش جدی با سرمایه‌های بزرگ انجام بشه چه آثاری میتونه داشته باشه. ما یک تیم 6-7 نفره داریم که اینا مسئول تهیه محتوای متنی هن و میلیون‌ها نفر در طول یک سال این مطالب رو میخونن، از دانش آموز تا دانشجو. 7 نفر چیزی نیست. وقتی یک تیم 7 نفره میتونه این تأثیر رو بذاره، یک تیم 70 نفره، یک تیم 700 نفره چطور؟ البته اگر مسیر رو مسیر درستی انتخاب بکنن. در نهایت برای اینکه ما به یک نتیجه خوب برسیم، هممون، به ویژه جوان‌ترها، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، باید مسئولانه تلاش کنیم برای یاد گرفتن. از هر چیزی که میتونید تجربه یادگیری بسازید برای خودتون. اولا خودتون لازمش دارید. نباید منتظر باشید که یک کسی دیگه یک نظام آموزشی خوب رو خلق کنه شما هم ازش استفاده کنید. شاید به این زودی ها این اتفاق نیفت. ثانیاً این یاد گرفتن کمک میکنه که ما توانمندتر بشیم و خودمون کمک کنیم به بهتر شدن وضعیت زندگی برای دیگران، به بهتر شدن وضعیت آموزش برای دیگران. لذا باید مسئولانه یادگیری رو از خودمون شروع کنیم. کوچکترین فرصت رو نباید دست بدیم. خیلی از شماها احتمالاً این تجربه رو داشتید که افرادی با دسترسی به آموزش، با دسترسی به اطلاعات تونستن خودشون رو و زندگیشون رو متحول کنن. چیزی شبیه معجزه. من معتقدم خیلی از ماها شاهد یک معجزه واقعی بودیم جلو چشم خودمون، یا برای خودمون یا برای دیگران. و اون معجزه آموزش بوده. دست به دست هم بدیم، کمک کنیم به هم دیگه با امید و مسئولانه که معجزه آموزش رو رقم بزنیم.